بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما. امید است که جور صحت مند سر حال هر جای که هستین همیش خوشحال آرام باشین. شما هم تصاویر تماشا کردین که از محتسبین وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر امارت اسلامی افغانستان است. در این اواخر یک گزارش از طرف تلویزیون ملی افغانستان نشر شد که شما هم این گزارش را که تلویزیون ملی افغانستان نشر کرده شما هم تماشا بکنین. باز هم در ادامه با ما باشین، با هموطنان ما در مورد ازی صحبت میکنیم که محتسبین وزارت امر بالمعروف چگونه با هموطنان ما رویه میکنن، آیا رویه و کرداری که برخورده که محتسبین با هموطنان ما انجام میدهن برای از اینا قابل قبول است و چقدر توانسته واقعا مؤثر واقع شوه این وزارت و چقدر توانسته که جلوگیری بکنه از منکرات و مردم را تشویق بکنه برای کارهای پسندیده. شما همین گزارش را تماشا بکنید، بازم در ادامه ما را همراهی بکنید. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و رسیدگی به شکایات میگوید که با همکاری مردم توانستن اصلاحات زیادی را در جامعه و وجود آورند. ولس په همکاري باندې الحمدلله ډېر ښه لاسته راوړنې لرو، ډېر بدلون راغلی ده. د پخوا پرتله او د اوس پرتله چې وکړې ټولنې ډېر تغییر کړی، ډېر اصلاحات رامنځته شوي دي. آقای مهاجر میگوید که وزارت های داخله، دفاع و ریاست استخبارات را آنان ارزیابی کردند و میافزاید که اجازه نمیدهد که محتسبان به مردم مزاحمت ایجاد کنند. زموږ محتسبینو له عام ولس سره ناسم چلند کړي، هغه ډول چې زموږ د وزارت اصول دي او پالیسي ده له هغې څخه راوختي دي. ډېرو ته توصیه شوې ده، ډېر داسې شوي دي چې هغوی احضار شوي دي، ځینې یې له خپلو دندو نه لاس په سر شوي، ځینې ان محکمې ته هم معرفي شوي. مسئولان این وزارت میگوید که حدود 6000 شکایت در مورد بدرفتاری با مردم، خرید وسایط غصب شده و سایر موارد از سوی مردم ثبت کرده اند. مکتوبی چې کوم دی 5200 څلور شپې ته، له دې څخه 3200 دا حل شوي دي او 4490 هغه شکایت و چې هغه زموږ مربوط نه و رد شوي دي، ځکه یا تر محاکم مربوط و یا تر نظامي محکمې پورې مربوط و. سخنگوی این وزارت همچنان می افزاید که برنامه های گسترده برای اصلاح جامعه در آینده دارند. به گفته او در تلاش هستند تا جامعه بی‌مثل در زمینه اصلاحات داشته باشیم. بل پختنم دام کوله چې امر بالمعروف وزارت تاسو خو لیدلې کنه، محتسبین هغه سپین چپن چا چوي، هغې سره تاسو کوم وخت داسې مخامخ شوي؟ مخامخ شوي و خو غږېدلی نه یو ورسره. مثلا خلک سره څه رقم برخورد کوي؟ یاره زه خو خپله نه یم ورسره مخامخ شوی، د نورو مې اورېدلی نه دي نو څه به دروغ اوس مېم. یعنی د هغه کارونه څنګه دي؟ مثلا زمونږ وطنوال ترین راضی دی که نه دی؟ وطنوال به تر راضی، ځکه تر اوسه خو چاته شکایت نه ده کړی. با مسلمانان لازم است به همدیگر مثلا یک شفقت و مهربانی داشته باشند، در پهلوی ازی اگر کدام خدا ناکده کدام ظلم میبینند یا کدام گناه را میبینند، حداقل من حیث یک مسلمان از او گناه جلوگیری بکنند، یعنی امر بالمعروف بکنند. شما کارکرد وزارت امر بالمعروف در می اواخر چگونه ارجابی میکنند؟ چقدر واقعا توانسته جلوگیری بکنه از منکرات؟ والا ما از اول تا می فعلا ما یک قدم نیک می بالیم امر بالمعروف و نهی عن المنکر، چون از خیلی کارهای بد نگاه میکنه، چون سابق که بود به همشهرهای ما مزاحمت میشدن، حال الحمدلله از اون چیزا دور هستن و خب بعض کارا هستی که در آخر بعض مشکلات و چیزا پیش میشه، به خدا مهربان است، انشالله او کارم از بین بره دیگه، انشالله خوبتر شد. پیام شما به محتسبین مثلا امر بالمعروف است
مردم از منکرات منع میکنم، امر میکنم به کارهای نیک و پسندیده، اونها چه پیام دارین که باید با مردم چگونه باید رویه بکنم؟ خب پیام بابا رازوا ای است که امر بالمعروف یک معنای خود ازی که است، یعنی از منکرات چیزا باید دور نگاه کنیم. ما ای باید یک اخلاق نیک کنن، چون 20 سال در کشور ما جنگ بوده، مردم هم خسته شده از این خشن بودن و جنگ و دیگه و دیگه، باید یک اخلاق نیک بکنن و ما هم باید یک اخلاق نیک با اونا داشته باشیم. سر جات شکر. خیر باشیم. سلام باشیم. کلا چه امر بالمعروف وزارت کارکون که سر تسلی دلی وی یا کمزای که ورسر مخامک شوید تا سر سر رقم برخورد؟ زه خپل ورسر مستقیم نیم مخامک شوید، ما سر خبری او که و نور می لدلی دی ورز جمعه ورز می ولی دل دی مستقیم چا تا نوائی چه تا دی دکان بند که چه لالش جمعه تا المنزو که دوی پلاس پیکرو که آقا حدیث و آقا یاتون دوی تلاوت کهی خلقو تا مسئله کهی اما پو های وبر کهی چه تاسه دی المنزو وقت که المنزو تا لالش دکان نبند کهی نو چا سره داس خراب برخورد مرنده دل ان شاء الله ډیر خبر برخورد کوي د خپل سپینه چپن چې دی غوسه د خپل دی داس پیغام هم چاته ور کوي چې دوی چاته زار zarar نه رسي هغه خبر ورته کوي چې الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د موږ ته هغه زموږ د دنیا او آخرت ګټه کوي. امر بالمعروف وزارت مسئولین داس یو گزارش خبر کو د ملي تلویزیون لاره چې د دې کارکون کې په ځینو ځایونو کې، یعنی مشخص ځایونو کې له خلکو سره داسې برخورد بد و یعنی ناسم و هغې سره مثلا دوی محکمې ته معرفي کړي د دنده ایستلی دي، یعنی د دې کارکوونکو ته څه په کار ده چې خلک سره څه رقم برخورد وکړي، څه رقم رویه وکړي، څه رقم چلند وکړي؟ ګورې یار، ارګان چې جوړېږي دولت دخان دا به نه وي خامخا به ټول کارکوونکي په هغه اصولو باندې پابند وي، هغه اصول به زده وي، هغه رقم برخورد چې د ادارې دخوا کومه پالیسي ده هغه به خامخا دوی تطبیقوي. نو هر ارګان کې بس هر کار چې کېږي هغه انفرادي ده، کیدای شي په امر بالمعروف وزارت کې په کارکوونکو کې هغه پرسونل چې په ښار کې ګرځي یا د عامه پوهاوي دپاره ګرځي، کیدای شي داسې خلک کې یا هغه سیمینارونه چې دوی ورکوي هغه یې سم نه یې اخیست، یا داسې مشکلات په هر ارګان کې شته په هر کارکوونکو کې. خو بیا ښه طریقه دا ده، ښه خبره دا ده چې دوی بیرته تعقیبوي خپل پرسونل، کوم محتسبین چې په ښار کې ګرځي یا خلکو سره د دوی برخورد دوی بیرته ارزیابي کوي، بیا چې کوم چا بیا خراب برخورد کړی یا خامخا انسان دی یا به داسې کې شوي چې عصبانی شوی به وي، نو هغه چې دوی بیر تعقیبوي دا ښه کار ده. زه خپله د ځان صفت چې ګورم، مخکې هم موږ ملګري لیدل، ځوانان مو لیدل چې اکثره داسې وو په بس کارونو باندې به وخت ډېر تېروو. دغه روژه کې دلته راغلم پاسته پکې څو هلکانو چې روژه بیا اوښته روژې نیولې نو دلته ساتري کوله، بیرون یو دوه مجاهدین راغلل، دوی یې ودرول چې تاسې روژه یاستئ که نه یاست، بیا ورته ویل دوی روژه مو نیولې ده، نو هغه یې ودرول چې تاسې که روژه نیولې نو داسې منډې او د هغه ساتریانې بیا روژه کې څنګه کوئ تاسې؟ نو ښه ده کنټرول دا وي چې څوک په خپل ښه او بده نه پوهېږي. بیا ځوانان دي، ځوانۍ وخت کې بس هر رقم شرایط راځي پرې، نو ښه ده چې د یو څوک وي یا د عقل ورته وویل شي چې کوم دا کار مه کوه چې ستا په توان د آخرت دپاره دا کار وکړه، یا داسې کوي چې د عقل اوس دونه شوي دي چې یو څوک چې خراب کار کوي شاوخوا ګوري چې کېدای شي څوک مې وویني. نو هغه مخکېنو نشرات اوس ډېر ښه شوي دي، انشاءالله ځوانان د خدای نیک ته هدایت کړي. ډېره مننه بایات صاحب. په آخره کې هغه ځوانان چې بهر ته ځي، خپل وطن پرېږدي، خپل مور پرېږدي دلته، هغې ته څه پیغام لري تاسو؟ اول خو د حکومت نه دا خواهش لرو چې هغه ځوانان چې خارج ته ځي، اکثره مالدلې زموږ خپل ملګري دي چې ځکه ځي دلته ورته د کار زمینه نه ده برابره شوې، اکثره ځي د کور مسؤلیت ور په غاړه، د کار دپاره ځي، د ایران ته ځي، ترکیې ته ځي، ترکیې لارې هم ډېرې سختې کړي دي. یو هغه ځوانان مې ولیدل، عکسونه مې ولیدل، خپل ملګري خپل کلیوال وو چې په هغه ترکیې مرزو کې مړه شو، شهیدان شو، ډېرې سختې پرې راغلې. نو هیڅوک نه غواړي چې دونه سختې څوک په زوی باندې ومني یا څوک په ځان باندې ومني. نو ډېر ځوانان د بېروزګارۍ او بېکارۍ له وجې ځي، نو که دا کار وشي چې په خپل هېواد کې ورته د کار زمینه برابره شي، د تحصیل زمینه برابره شي ورته، نو انشاءالله زما په نظر لاړ به نه شي. نو هغه ځوانان چې بیا هم ځي، زما ورته دا هیله ده چې خپل وطن کې پاتې شي، خپل وطن ورته اړتیا لري، کار وکړي، زحمت وباسي، شرایط انشاءالله ښه کېږي، ښه کېدو باندې روان دي. خدای مهربانه دی، وخت په خپلو پښو ودرېږي دا هېواد. نو دا هېواد هم ځوانانو ته ضرورت لري، ځوان انرژي ته ضرورت لري، ځکه کار نه ده شوی ورته، کار کېږي نو ځوانان به کوي.
امین وزارت امر بالمعروف جور شده. بله. آیا با کل ملت لازم نیست که هم دیگر به کارهای خوب تشویق بکنه از کارهای بد منع بکنه؟ به هر مسلمان الله تعالی میگه، میگه آن کسی است که برادر خود به برادر دیگه یک دلخوشی بده. ای تو نیست که برو برادر با پیسه بشناسه، اهل برادر چرا پیسه نداری چی نداری؟ نی، برادر مؤمن آن کسی است که برادر با برادر دیگه السلام علیکم و رحمت علیکم رحمت الله، برادر با برادر باید یک دلخوشی کنه. عمل معروف یا عمل نهی منکر ای با آبادی آمده، نی که برو ما بخورم برم گم شو. نی، برادر به برادر مؤمن مسلمان است، اینم المؤمنون الاخوه، هر اما برادر برادر همدیگرن، برادر برادر مؤمن است. حالا تو برادر که مش بزنی بوکس یا چاقو بزنی، برادر خود فکر کنم میگم شایسته میگه بنی آدم اعضا یک دیگرن که در آفنی از یک گوهرن، چون وضع بدرد آورد روزگار نشاید این وضعها را نمان قرار، چون از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامن نهن آدمی. ایش سعدی صاحب میگه تو از برادر تو خبر نداری که او برادر چی میخوره، تو دیگه در خانه دیگه دیگه پلاو چیزا بخه. ای الله سخت پرسان میکنه، الله خودش میگه کلو و شب و لا تصرف انه لا تحب المصرفین، الله میگه بخو بنوش و صاف بی جای تصرف کن. الله دوستان داره که کسی که صاف کنه. و دیگه بسیار زیاد تشکر. یک صحبت دیگه من که ما همیشه با مسلمان ها که هست با همدیگر باید بسیار با خلق خوش، بسیار با مهربانی، با صله رحمی با یک دیگر مثلا برخورد بکنن، یک کردار رفتار داشته باشن. آیا لازم است که ما با هم با برادر مسلمان خود با خواهر مسلمان خود خشن برخورد کنیم؟ نه، میگه صد علم بیاموزی حکمت به کار است. مثلا بعد یک مثال میگم، بعد یک برادر طبیبی میگه که نماز بخوان، یک تو بزور میگیش و بسیار گفتار بد، و یک برادری که او عالم از دین است میگه که برادر عزیز الله ما سخت قهر میشه، بیا که نماز بخوانیم، هم پنج وقت نماز است که به درگاه الله قبول کنیم. محدثین میگه هر کس که نماز پنج وقت نماز ادا نکند الله تعالی در روز قیامت بسیار عذاب دردناک میتش. این حال برادر به برادر باید خلق داشته باشه، اخلاق نیکو، کردار. علمای ما میگن، میگه شما صد علم بیاموزید، بسیار علم بیاموزید، اما حکمت نداشته باشید چی فایده؟ خلق خوب. حالا میگه یل عین ولو آیاتی، میگه شما تبلیغ کنید که ولو یک آیت باشه، حالا آیت باشه صحیح ما تبلیغ میکنم، اما که حکمت و اخلاق خوب نداشته باشید چی فایده؟ حالا که برادر که اخلاق خوب و بجسته که میفهمد از اینش میشینه او خوب است، یا که یک برادر دیگه که به زور تکبر بخل داخل کرد بزنش یا بکشه باز میگه نی. ما علمای ما در مدرسه میگه ما شما رو نمیزنم، میگه شما یاد نمیگه درس، میگه شما درس به اخلاق خوب، به اخلاق روش خوب بسیار فوق العاده شما درس میگیری. با والا قسم میخونم که ما علمای ما که بهترین علماست، العلماء وارث الانبیا، امی علماست که وارث پیغمبر است، امی علماست که ما دین میشناسیم، ما دین میفهمیم که دین چی مانا، دین از کجا سرچشمه گرفته، دین چی مانا دیگه. الحمدلله ثم الحمدلله در ملت ما خداوند آرامی بیاره، خداوند امارات اسلامی یا کدام ممالک دیگر که ما کمک میکنه خداوند توفیق عمل بده، خداوند دوام نشان برکت برده. ثم الحمدلله که امارات اسلامی ما خوشحال هستیم، خداوند توفیق عمل به شما بده، به بینندگان بده که به این مسجد محترم کمک کنه، چی در خارج، چی از بیرون، یا چی از داخل، چی یک رپا باشه، چی در په. الله تعالی میگه، میگه هر چی انسانی که یک رپا برزه لا بده الله به او دوچند میسازه، مثلا یک نیکی ده نیکی. ایزان برنامه جهان سپاس شکران میکنم تا این دم با ما بوده. چی می شما هم دیدین که هموطنان ما از برخورد محتسبین وزارت امر بالمعروف راضی هستند، خداوند بیشتر مسئولین این وزارت را توفیق بده تا بتوانند کسایی که واقعا مطابق پالیسی و همچنان از اوامر این وزارت اطاعت نمی کنند اونها را جلوشان بگیرند، چون ما شما به یک شفقت و مهربانی و با اخلاق نیکوتر، ما هم بعضی اوقات با اینها با افراد وزارت امر بالمعروف سر خوردیم، واقعا بسیار برخورد بسیار نیک و ملایم و مهربانانه دارند. انشاءالله که همه کارمنداشان به می شکل باشه تا ما بتوانیم از تمام منکرات و همچنان
کارهای بد هموطنان ما که غفلت میکنن از اونها جلوگیری بکنیم. تا اداره بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشیم، شما را به الله پاک بنیاز میسپاریم. الله حافظ، نگهدار.